یک مستبصر از کشور موریتانی به زیارت حرم متحر امیر علی علیه السلام مشرف شد. این مستبصر موریتانیایی که شیخ سیدی احمد بن محمد آل شریف نام دارد، اکنون به عنوان یک مبلغ شیعه شناخته شده در موریتانی به فعالیتهای مذهبی فرهنگی مشغول است، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس علوی شیخ سیدی احمد که با پژوهش و مطالعه به مذهب اهل بیت علیه السلام گرایش پیدا کرده گفت پیشتر گمان می کردم که پیروان مذهب شیعه در مورد صحابه چیزهایی را می که در شان آنان نیست اما بعد از پژوهش و مطالعه به این نتیجه رسیدم که مسئله کاملا برعکس است و چنین چیزی وجود ندارد و یفزود با مراجعه به کتب اصلی و منابع مورد اعتماد متوجه شدم که سخنرانی ها و خطابه های علمای شیعه امامیه دارای سبقه اسلامی بسیار بالایی است و با همین مسئله باعث شد به ولایت اهل بیت علیهم السلام تمسک جویم و آنان را دوست بدارم سیدی احمد در خصوص زیارت و جایگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دلهای مسلمین گفت امیر المومنین علی علیه السلام تجلی اسلام حقیقی، عدالت قرآنی و جان پیامبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله هست و نص سریح قرآن کریم در آیه مباهله و فرمایشات پیامبر در حدیث منزلت و حدیث سقلین بر این مسئله تاکید دارد. وی در پایان گفت امام علی علیه السلام در حقیقت جانشین بلا فصل رسول خدا صلی الله علیه و آله علی، همسر دخترش و پدر امام حسن و امام حسین علیه السلام است و کیست که لایقتر از او در جانشینی پیامبر باشد؟